بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز و ارجمند، خدمت شما سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. در ادامه سلسله مباحث اختصاص یافته در ارتباط با بررسی ویژگی‌های دوران حکومتی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، امروز آخرین برنامه و آخرین جلسه رو با حضور جناب آقای دکتر قنبری، استاد محترم دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر تاریخ اسلام تقدیم حضور شما میکنیم و امیدوار هستیم که مباحث مطرح شده در این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. آقای دکتر، سلام و خیلی خوش اومدید. سلام علیکم و بر دوستان بزرگوار شما که تا امروز زحمت کشیدن به بنده تحمل کردن و بینندگان نورانی و عزیز و دوست داشتنی شما در هر جای از این کره خاکی. خیلی متشکرم. ما برای اینکه بهتر بتونیم از وقتمون استفاده بکنیم، حالا با توجه به مباحثی که مطرح شد، روایت تحلیلی که حضرت عالی از تاریخ دوران حکومت حضرت امیر داشتید و تماسایی هم که مردم با برنامه ما داشتن از طریق پیامک 1601، مباحث مختلفی مطرح شد. شاید تو ذهن بسیاری از کسانی که این پیامک رو ارسال کردن یا در ادامه همین بحث هم که مطرح شد، یه نکته خیلی اساسی وجود داره و اون این که چرا اساساً در نص صریح قرآن کریم به بحث امامت تصریح نشده و چه بسا اگر این صراحت وجود می داشت، اختلافاتی که شاید بعد از دوران حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه و آله به وجود آمد اتفاق نمی افتاد و شاید خیلی از اختلافاتی که الان در امت اسلامی وجود داره اتفاق نمی افتاد. علل عدم تصریح در نص صریح قرآن کریم به بحث امامت چه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همین تفکیکی که جناب عالی فرمودید، یکی بحث امامت و یکی بحث امام علیه السلام هست که چرا در قرآن کریم مورد تصریح واقع نشده. اول اینکه قرآن کریم کتاب مجملاته، کلیاتیه. خیلی از مسلمات و محکمات دینی هست که در قرآن کریم هدایت جامعش اومده، اما اجزای او و بقیه شروط اون در قرآن کریم نیومده. مثلا فرموده ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اما محرمات حج، مبتلات حج و احرام، مکروهاتش اینو در کجا اومد؟ یا اقیم الصلاه داریم در قرآن کریم، ولی این نمازی که الان ما با این کیفیت میخونیم، مبتلاتش، واجباتش، ارکانش، اینو در کجای قرآن کریمه؟ یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمام اون چیزی که ما امروز برای امر صیام پیش قیام میکنیم در کجای قرآن کریمه؟ اینجا صاحب قرآن برای قرآن مبین قرار داده، لذا کتاب وحی رو و حقیقت قرآن رو با سنت پیغمبر اکرم اسلام انسان میتونه دریافت بکنه. اگه قرار بود تمام اجزای هستی رو، هر فعل و انفعالی رو در کتاب وحی بیارن، که ضخامت این کتاب به اندازه همه آفرینش باید میشد که. ولی آیا ما راجع به خیلی مسائل جزئی تر دیگری، مثلا راجع به حرمت، مثلا گوشت خوک، حرمت شرب خم، اینهایی که به هر حال جزء اجراییات احکام اسلام هست، ما داریم که وارد جزئیات قرآن کریم شده، اما بحث امامت به این مهمی چرا این اتفاق؟ البته اینطور نیست نشده باشه. بحث امامت یکی از مسلمات قرآن کریمه. شما اولا، من یک توضیح مختصر عرض بکنم، از زمره و از جمله مقامات عالی الهی برای بندگان سه مقامه. این مقام، مقام نبوته، که اون کسی که به نبوت برگزیده میشه بهش میگن نبی. یه مقام، مقام رسالت که برگزیدش میشه رسول. یه مقام، مقام امامت که حاکمش و موجیش میشه امام. نبی که یکی از شعونات چه من میگم اینه که وقتی وحی بهش ابلاغ میشه، اگر به او رجوع شد
اون دین رو و هدایت رو ابلاغ میکنه، مأموریت ابلاغ نداره. اما رسول علاوه بر همه مسئولیت های نبی مسئولیت ابلاغ هم داره، و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، باید آشکارا بگه دیگه. این که مردم میپذیرن نمیپذیرن، مقاوم میشن نرم میشن، اینها دخلی به جناب رسول نداره. وظیفش بر اساس هدایت خداوندی ابلاغه. مقام سوم که مقام امامه، علاوه بر مسئولیتی که متوجه نبی هست و متوجه رسول هست، در ایصال به مطلوب یعنی هدایت کردن مردم در چارچوب ضوابط الهی برای رفتن به سوی خدا، ضمانت اجرایی هم داره، مأموریت اینو داره. همه انبیای الهی امام نبودن، همونطور که همه انبیای الهی رسول نبودن، اما رسولان الهی مسئولیت نبی رو داشتن و امام محیط بر اینهاست. مثلا شما یکی از برجسته ترین انبیای الهی وجود مبارک حضرت ابراهیمه. ابراهیم خلیل الرحمن موقعیتش در بین انبیا بسیار ممتازه، به مقام نبوت مبعوث شده، رسول الهی بوده، همه انبیای بعدی از نسل او بودن. رخت خلت و دوستی تنفوش او شده، اما وقتی که او ابتلا پیدا کرد و به مقامات والای در رسالت و نبوت رسید و تتمه کلمات الهی هم به او تعلیم شد، قرآن می‌فرماید که به او گفتن و جائل و کل ناس امام. ببینید امامت پس در نسل قرآن کریم هست، حتی در مصداقش هم وجود مبارک ابراهیم خلیل هست. برخورد ابراهیم خلیل نسبت با موضوع بسیار عجیبه در رابطه با اون مقامات قبلی که هر کدوم از فخامت و برجستگی خاص خودش برخوردار بودن، هیچ حالت زغزدگی در ابراهیم گزارش نشده در هیچ کتابی. اما وقتی به او گفتن که شما به مقام امامت جعل شدی، زغزده شد، پرسید و من ذریتی، معلوم میشه مقام امامت متمایز بر اونهاست. کتاب گفتن جائل و کل ناس اماما، شادمانانه پرسید و من ذریتی، آیا بچه هم از ذریه منم به امام میزن؟ جوابن لا، لا ینال عهدی از ظالمی. این ظالم به معنای ضربه و شتم و اینا نیست، معنیش مقام امامت یک فخامتی داره که به همه اولاد ابراهیم علیه السلام که نبی و رسول هستن و از ذریه هستن، این مقام اونها نمیرسه. درست شو؟ پس قرآن کریم در اساس امامت دارای بیان روشنه، جای ابهام و تردیدی وجود نداره. بعد وقتی برگشت به ما میکنه، ما در با رحلت پیغمبر اکرم اسلام ارتباط وحیانی بین زمین و آسمان قطع میشه. خدا وعده فرموده انک میتون و انهم میتون. پیغمبری که مبین قرآن هست، یک اشارات روشن و هدایتگری هم داره. ببینید چرا خوب بود سوال این باشه، چرا امر امامت بعد پیغمبر رو در لفافه ای از نور همراه با سر بزرگ پیچیده؟ نه اینکه وجود نداره، وجود داره، اما سابقه بشر و مردم در اطاعت خیلی سابقه بدیه. مگه شما در قرآن نداره انما ولیکم الله هست یا نیست؟ بدون تردید ولی شما کیه؟ خود خداست، الله. شرط ولایت او برای اهل ایمان چیه؟ اطیع الله. یعنی نمیشه شما بگی ولایت خدا رو قبول داریم اما بدون اطاعت. اینایی که اینجور سوال مطرح میکنن خیلی خوبه، این تردید خوبیه، شک خوبیه، اما این رو مقدمه حرکت قرار بدن. اگر ما در زندگیمون انما ولیکم الله داریم، شرطش هم اطیع الله و رسوله داریم، پیغمبر اکرم تصریح کرده، بعد اینا و اطیع الرسول، یعنی شرط اطاعت ولایت رسول جنسش مثل خود خداست، و بعد شرطش هم شرطیه که خداوند متعال برای خودش قائل شده و اطیع الرسول، باید اطاعت بشه.
شما در سابقه زندگی بشر یک مورد پیغمبر به من نشون بدید که مورد اذیت و ایذا و آزار واقع نشده. در زندگی خود ماها الان که حتی دعوای پیروی داریم از ائمه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله، چقدر اطاعت از خدا وجود داره؟ میگه میشه کسی یه نفر دستشو بلند کنه بگه بله من تمام اوامر و نواهی الهی رو تو زندگیم اجرا کردم؟ ببینید اینجا ابهام حتی در جایی که تصریح وجود داره تو عمل مأمومین هست. بعد فرموده انما ولیکم الله و رسوله. شما سابقه تاریخی زندگی بشر تمرد از خداست، تمرد از امر پیغمبره، نه تنها تمرد و نافرمانیه بلکه اذیت و آزار پیغمبره، به طوری که پیغمبر آخر زمان فرمود هیچ نبی و پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. یک سابقه روشن و درخشانی وجود نداره که بگیم اگر این تصریح میشد قضیه حل میشد. نه، البته از اینجا به بعد ذات اقدس رب الاربابی به اعتبار منزلت امامت بر جامعه آورده این حقیقت مسلم رو در لفافی از نور اسرارآمیز خودش قرار داده. برای چی؟ چون کار امام رسوندن به مطلوب جامعه است و هدایت عملی مردم هست، مردم اینجا به یک شخصیت و جایگاه جداتر و بالاتر از پذیرش نبوت انبیا و رسالت رسول نیاز دارن و اون معرفت دقیق و عمیقه، چون این کم معرفتی آثار سویش در تاریخ وجود داره. لذا فرمود والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. در نص قرآن کریم دیگه میفرماید خداست، پیغمبر رسول اوست و اون کسی که والذین آمنوا الذین اهل ایمانه یقیمون اقامه صلاة میکنه، در حال زکات که رکوع میره زکات هم میده. این یک کسیه. بعد از اون وره میفرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این اولی الامر از خود شما هم که اطاعتش از جنس اطاعت الهی، این یک کسیه. اون یک کس کیه؟ خب من اینجا مسکوت میذارم. من میگم این خیلی بده که ما خیال بکنیم خداوند متعال امر رو هوا فرموده. این در دین انسان و در ایمان انسان خدشه ایجاد میکنه. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة از جنس انما ولیکم الله است. این یک کس کیه؟ بیان بیان کیه؟ ما حتی همین امروز بگن مثلا فلان شخصیت فلان شخصیت فلان کسی، حرفی نیست، قبول میکنیم، اما حتما یک کسیه. شاید بگن که شاید شخص مشخصی نیست، حالا یه چیز عمومیه که مطرح شده. خیر، اصلا اینجوری نیست، عمومی نیست. حالا شاید بگن مثلا یکی بود یا دو تا یا سه تا یا ده تا، درست شد؟ مصداق داره به هر حال، شأن نزول داره این آیه، یه کسی رو گفته. بعد وقتی میگه در اقام اهل ایمان در حال اقامه صلاتی که در رکوع زکات میده، کار همه نیست که، همه که این کار انجام ندادن که. اینا در تاریخ و بر بیان پیغمبر اکرم اسلام یا هدایت وجود داره یا نداره. اگر در بیان پیغمبر اکرم اسلام هم وجود نداشت، بشر برای رسیدن به این مصداق به زحمت مبتلا نمیشد، میتونست پیداش کنه. حتی جریان برانداز میتونست اصلا شبیه سازی بکنه، صحنه سازی کنه، صحنه پردازی کنه. پرداختن این صحنه خیلی کار با زحمتی نیست، اما خدا از این صیانت میکنه که این تعقل رو از اونا میگیره، نمیتونن شبیه سازی بکنن. لذا انگشترشون در میارن، در نماز نمیفهمن، چه برسه به اینکه در نماز انفاق بخواد بکنه. اینجا یه مطلبیه، معلوم شد جایگاه امام خیلی زیاده و خیلی مهمه، مخصوصا بعد از مقام خاتم السفرائی. یعنی بناس رابطه وحیانی بین زمین و آسمان قطع میشه و اون امامانی که در برخورداری از ارتباط وحیانی ظرفیت‌های جامعه نگذاشت کارون به کار آمدی برسه. یه وقتی حرفای لغو میزنن که آقا مدیریت انبیا داره عیب بوده، اصلا صد تا زیر این حرفات دو پول سیاه نمیارزه، اصلا منطق نداره، اصلا عقلانی نیست این حرف. عوامترین کسی که کتاب دو صفحه تاریخ نایکل باشه این حرفای مفت نمیزنه. ایراد در اون، ایراد در وجود مبارک مردمیه که امام پذیر نیستن. بله، وقتی که
ظرفیت جامعه پایین بیاد، قرآن میگه الف آمن الا خمسه، 950 سال دعوت کرد، نه عمر کرد، 950 سال مردم رو دعوت کرد. اینقدر اینو اذیت کردن که نون نفرین کرد. ببینید معلوم میشه هدایت مردم امر سختیه و فوق العاده وحشتناک و هراسناکه، که انبیای الهی برای رسوندن به اینها همه وسعشون رو هم که گذاشتن، ناکارآمدی مردم نگذاشت هدایت الهی شامل حال اونها بشه و اونها به کمالات الهی برسن. این نقص در میزان انبیا نیست، این نقص در جنس رفتاری مردم در سطوح مختلفه. این مردم که من میگم منظورم طبقات خاصی نیست، آحاد زندگی بشره. حالا قراره بعد وجود مبارک پیغمبر آخر الزمان کاری رو که مردم از رسولان، از انبیا و رسولان و انبیایی که امر امامت هم بهشون محول بود نپذیرفتن، این بدون ارتباط با وحی باید انجام بده. معلوم میشه مأموریت محوری این امام بعد پیغمبر آخر الزمان مهمتر از همه انبیا و اولیاست. دوستان شما ببینید ما با کمال آسودگی و درستی میگیم اقوال پیغمبر علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، حرفا درسته، پیغمبرم فرموده و واقعا هم همینطوره، علمای امت پیغمبر اکرم از انبیاء بنی اسرائیل بالاترن. اما در امر امامت دقت میکنید وقتی که بناس هدایت الهی جریان پیدا کنه، اون کسی که امر امام به اون محول میشه، ظرفیتش و سعه وجودیش بالاتر از انبیا باید باشه که کار خاتم الانبیا اینو به نتیجه برسونه. لذا تمام دو سال پایانی عمر پیغمبر اکرم شما نگاه بکنید، ببینید کار پیغمبر عظیم الشان اسلام در دو سال پایانی عمرش به طور متمرکز و روز علنی شدن اسلام، روز علنی شدن امر امامت بوده. همه جمع بودن، اینا که میگن روز قدیر، روز امامت و انتصاب علی بن ابی طالب، این حرف تمام درستی نیست. روزی که پیغمبر اکرم مأموریت انذار عشیره پیدا کرد، به مردم اونایی که اونجا بودن، بزرگان ائمه قریش گفت، فرمود هازا علی اخی و وصی و خلیفتی فیکم. علنی شدن اسلام با علنی شدن امر امام یکی بود در بیان پیغمبر. کی گفته روز قدیر روز انتصاب علی بن ابی طالب؟ این حرف نامربوطیه. موارث انبیا در روز قدیر به علی بن ابی طالب تحویل شد. محکمترین سردار این قضیه وجود داره. لذا اینه که امر امامت در دوران خاتم الانبیایی و بعد خاتم الانبیا سنگین‌تر، محکم‌تر، قاطع‌تر و به همون میزان مشکل‌تر از بقیه انبیاست. حالا اینجا یه موضوع به دست میاد که ما اگر میگیم معرفی میکرد معلوم میشود، مگر شما در زندگی اصحاب پیغمبر اکرم اسلام یک نفر رو پیدا میکنی که در حقیقت علی بن ابی طالب تردید کرده باشه؟ اصلا اینجوری نیست. یک نفر نگفت امامت حق علی نیست، حتی یه مورد پیدا نمیکنید، بلکه گفتن مصلحت نیست. ما هم به مصلحت تن میدیم، اشکال نداره، اما مصلحت رو با تبعاتش باید اندازه‌گیری کنیم بالاخره. لذا در حقیقت علی بن ابی طالب هیچ تردیدی وجود نداره و پیغمبر اکرم اسلام هم بیان روشن و قوی داره تو این قضیه. حتی در قضیه قدیر که میگن بعضی خیال میکنن فقط پیغمبر انصار رو فرمود بیاید، نه، وقتی میخواست حرکت بکنه اولا موضوع امر امام رو در دو بار در منا در ایام حج به مردم متذکر شد، خطبهاش موجوده. بعد از او فرمود الا علیل و مریض، تمام مهاجر و اهل مکه هم حرکت بکنن بیان. بردشون در سرزمین قدیر خم یا رابغ، محلی بود که قبل از ظهور اسلام هم که حج انجام میشد، همه حاجیایی که بودن در قدیر خم و رابغ در میقات به وحدت میرسیدن، بعد که میومدن از حج مراجعه میکردن متفرق میشدن. سرزمین رابغ محل تفرقه و وحدت امته. لذا حقیقت قدیر خم محل اجماع، اتفاق و تفرقه در امت اسلامیه، نه یه قلمرو جغرافیاییه. به همین علت اهمیتش بسیار زیاده. همه هم بودن در اونجا. اینا رو من میگذارم و الا شما ببینید در مورد وجود مبارک امام هم پیغمبر اکرم به عنوان مبین قرآن بیان روشن داره. خب اگر اجازه بفرمایید من دو سه مورد
اشاره کنم که این اتفاقا اصل وحدت اسلامیه. اینا زیبایی های اتحاد اسلامیه. بزرگان صحابه پیغمبر نسبت به شخصیت امیرالمومنین که ایراد نداشتن، که دوست داشتن او را. اصلا نبودن علی ابن ابی طالب حفره در حاکمیت درست میکرد که الان خیلی بعضی به همین تمسک میکنن و مطرح میکنن. یه روایت بسیار مهم و اساسی هست که این رو خوارزمی در فصل 13 مناقب صفحه 77 و ابو عبدالله کنجی در باب 62 کفایت و طالب صفحه 62 و متقی هندی در جلد 11 کنز العمال صفحه 617 نقل میکنه. شما ببینید عبارت چقدر بزرگه، چقدر زبان صدق رو خدا جاری کرده برای معرفی گوشه ای از حقیقت وجود مبارک امیر. خبر اینه که جناب عمر بن الخطاب در دوران حکومتش بر منبر نشسته بود، یه عده‌ای اومدن سراغ ایشون از اهل کتاب، سوالی کردن. وقتی سوال رو پرسیدن، ایشون با انگوش سبابه اشاره کرد به بغل منبر، گفت از او بپرسید. اینا بهشون برخورد، حالا یا در قالب پروتکل بود، این چیزایی که امروز میگن باید بالاخره تراز باشه، بخوریم به هم دیگه، کلاسمون با هم دیگه ربط داشته، معلومه. به هر حال بهشون برخورد، گفتن آقا ما از شما سوال میکنیم، شما ما رو دلالت بدید به این کسی که پایین منبر نشسته و حد ما رو رعایت نمی کنی. یک بار دیدن که جناب عمر بن الخطاب در قیز و غضب رفت. قیز و غضب های اونم تاریخیه. گفت و یک اتدری من هازا؟ شما می دونید این کیه؟ گفتن نه کیه؟ فرمود هازا علی ابن ابی طالب، انی سمعت رسول الله، من خودم از رسول خدا شنیدم که یقول لو ان السماوات والارض وضعت فی کفت میزان و وضع ایمان علی فی کفت میزان لرجح ایمان علی علی السماوات والارض. من خودم پیغمبر شنیدم که پیغمبر فرمود اگر تمام آسمان ها و زمین ها رو در یک کفه ترازو بذارن، ایمان علی رو در یک کفه ترازو بذارن، ایمان علی رجحان داره بر هر آنچه که وزن تمام آفرینشه. این قضیه است. از این جنس عبارت ها در رابطه با وجود مبارک امیر علیه السلام بسیار فراوونه. اما یک موضوعی هست، امر امام سخته. امر امام و پذیرفتن امر امام کار بسیار خوفناک و تلخیه که خود وجود مبارک امیر علیه السلام فرمانید ان امرنا صعب مستصعب. کار ما هم سخته، واقعا زندگی کردن با علی سخته. ما هم که دعوای شیعه گری داریم با علی نبی هم زندگی نمی کنیم، دعوای پیروی داریم، دوست داریم، محبت داریم، مودت نداریم. اگه مودت داشتیم تابعیت عملی داشتیم و علی تو زندگی ما بود. فرمود ان امرنا صعب المستصعب، کار ما سخته و دشوار و دشوار به نظر میاد. لا یحمله الا عبد المؤمن، هیچ کسی امر ما رو تحمل نمی کنه الا بنده مؤمن. امتحن الله قلبه للایمان، نه هر مؤمنی، اون مؤمنی که خداوند متعال قلب او رو به ایمان محکم کرده باشه. بعد فرمود ولا یا حدیثنا الا صدور امین، احادیث ما و اخبار ما و گفته های ما جز در سینه های امانت دار و احلام رزینه و خرد های بردبار استوار جا نمیگیره. یعنی بریم بزرگ شیم تا بیاییم. ببینید اینجاست. بعد در شدتش من یک روایتی یاد اومد که ابو نعیم در جزء اول حلیت الاولیا صفحه 66 و شیخ الاسلام حموی در جلد اول فرائد و سمتین صفحه 144 و ابن عساکر در تاریخ امیرالمومنین صفحه 229 حدیث 742 این خبر رو نقل کردن. البته این حرف و این جلسه مال اونهایی که نشأه دین در زائقشون وجود داره، ولی معاند که باش شمشیر هم بهش بزنید دلش با علی نرم نمیشه. ابا برزه اسلمی که از صحابی پیغمبر نقل میکنه میگه که یه روز رسول اکرم در جمع اصحاب فرمود که خدا در مورد علی میثاقی رو به من ابلاغ کرد. من از خدا خواستم که او رو به من تبیین بکنه. ببین چقدر سنگین بوده که پیغمبر اکرم فرمود یا رب بیین حالی، این رو برای تبیینش بکن. این روایت
در مهمترین مصادر اسلامی و در فرق مختلف اسلامی مثل بتون آرمه است. بعد وقتی پیغمبر درخواست کرد که خدایا برای من بیان بفرمایی، خبر رسید گوش بده. فرمود میشنوم. فرمود حالا که شنیدی، فقال جلت عظمتو ان علیا رأیت الخدا، نه ان فی ید علیا رأیت الخدا، ان علیا رأیت الخدا، یعنی خود علی پرچم هدایته، نه پرچم هدایت در دست علیه. یعنی خدا وجود مبارک علی رو امام هدایت قرار داده هر جا که باشه. پیغمبر فرمود علی مثلاک مثل الکعبه، نری طرف کسی ها، همه باید دور کعبه بگردن. لذا روز قیامت علی یه طرف بیسته بر اساس این سند پیغمبر، تمام آفرینش یه طرف، حق با علیه. این صریح بیان پیغمبر اکرمه، جای خدشه ای نیست. پیغمبر بدون علیون رأیت الخدا و امام اولیایی. من دوستانی دارم در بین بندگانم، اما اصلی ترین نشانه دوستان من اینه که علی امامشونه. اگر کسی اومد بدون علی دعوای دوستی با من رو داشت، در دایره محبت من هیچ جایگاه و پایگاهی برای او وجود نداره. بعد فرمود و نور من عطا علی، با نور عبودیت عالم روشنه. خورشید که صحنه گردان فیزیکه. میفرماید هر نوری که در دایره تقوا وجود داره برای اهل اطاعت، برای اهل عبودیت و بندگی است، متصل به نور علی مفهوم پیدا میکنه. از او قطع بشه نور نیست، تاریکیه. و هو الکلمه التی الزمتها المتقی، علیه که اون کلمه‌ای که من برای متقین فرض کردم. متقین کیان؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، کتاب خدا فقط برای متقین هدایت درست میکنه. و لا یزید الظالمین الا خسارا. ویژگی های متقین قرآن کیه؟ چیه؟ سوره مبارکه بقره همون اولین آیات شروع میشه، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب الی آخر. بعد آخر اولئک هم المفلحون. من چون از فرصت میخوام استفاده کنم جمع میبندم، خلاصه میکنم، میگه فلاح و رستگاری هم فقط برای متقینه. بعد خداوند متعال به پیغمبرش فرمود و هو الکلمه الذی الزمتها المتقین، یعنی بی علی فلاح و رستگاری نیست. من احبه احبنی، اصلا راه دوست داشتن من خدا علیه. و من ابغضه ابغضنی، غضب به علی غضب به منه. اینجا یه نکته ای رو پیغمبر اکرم میفرماید که به من ابلاغ شد، فبشره بذالک، تا علی رو دیدی این بشارت بهش بده. درست شد؟ پیغمبر اکرم اسلام میفرماید که علی رو دیدم تا بشارت رو به او دادم. شما حساب کن، یه حکم چار خطی میدم به یکی، کائناتش به هم میخوره، هر کاری میخواد بکنه و هر لغمی میخواد بگه، حدی برای خودش قائل نیست. تا به امیرالمومنین ابلاغ کرد پیغمبر اکرم، دست به سینه ایستاد، یا رسول الله انا عبدالله و فی قبضتی، پیغمبر من بنده خدا هستم، در قبضه قدرت او هستم. فا این یعذبونی فا بزن بی، او حتی اگر من عذابم میکرد ریشش تو خودم بود، مال عمل من بود. و این یتم الذی بشرتنی به، اما اگر اینایی که شما به من بشارت دادی در مورد من فرموده، فالله اولا بی، اثر آقایی اوست. این عبودیته. پیغمبر اکرم اسلام ذوق زده شد، خوشحال شد، دعا کرد اللهم اجعل قلبه واجعل ربیعه الایمان، این دعا رو کرد. فقال تبارک و تعالی قد فعلت به ذلک، پیغمبر همه دعاهات مستجاب کرد. پیغمبر فرمود وقتی وعده اجابت رسید و خوشحالی من مضاعف شد، خداوند ابلاغ کرد ثم انه سیخصه من البلاء بشیء لم یخص به احد من اصحابه. من گفت بعد فهمیدم
علی رو دعاهات مستجاب شد، اما او رو به بلایی مبتلا کردم که هیچ کدوم از اصحاب تو به اون ابتلا گرفتار نشدن و پیغمبر از هیچ کدوم از اصحاب من به این بلا مبتلا نشدن. یه دفعه قلب پیغمبر پر از غصه شد. برای علی با این منزلت و فخامت ابتلا درست میشه. پیغمبر ناراحت و اندوهناک عرض کرد: یا رب، هازا اخی و وصیی و خلیفتی. پیغام اومد: فقال تبارک و تعالی ان هذا شیء قد سبق. پیغمبر این بر اراده حتمی ما گذشت. انه مبتلا و مبتلا به، ما علی رو مبتلا کردیم و بعد از او تمام بندگانمون رو با ترازوی علی اندازه گیری میکنیم. به چی مبتلا کرد؟ مگر میشه ابتلاعات علی ابن ابی طالب رو گفت؟ علی ابن ابی طالب به ما هم مبتلا است. یعنی مبتلا بودن او فقط مربوطه به اصحاب جمل و اصحاب نهروان و اصحاب صفین نبود، هنوز که هنوز علی ابن ابی طالب مبتلا است. درست شد؟ بعد فرمود، اینم نکته، پس این امر امام بذار هم ریشه وحیانی داره، هم در زبان مبین وحی هدایت آشکار وجود داره. و تازه اینم هست، اینو شما بدون، اگر می آورد مثلا اطیع الله و اطیع الرسول و اطیع علی، میگفتن خب بعدش حسن چی؟ بعدش حسین چی؟ چون اگه زبان تکذیب باشه کوتاه نمیاد که. بعد آدم امتیازش به نرم افزار بودن، اشاره فهم بودنشه. معجزات فعلی انبیا مال پوسکلفتاست. سلمان فارسی که شق القمر نمیخواد، مرد زنده کردن نمیخواد. سلمان قوه عاقله است. تا پیغمبر بفرماید الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان، یه صدق الله و صدق رسوله. ایمان سخت افزاری و فعلی کاربردش محدوده. باید حقیقت و حلاوت قرآن و امیرالمومنین تو زندگی مردم بیاد. بعد شما میبینید زندگی این امامان بعد پیغمبر که کار پیغمبر آخر زمان و خاتم سفرهای الهی رو به دوش میکشن، چون وقتی فهمود و الا تفعل فما بلغت رسالته، نه فما بلغت رسالتک، پیغمبر این یکی انجامش کار رسالات الهی زمین مونده. یعنی کاری که به گرده علی میاد وزنش به اندازه همه انبیا و رسولان الهیه. عرضم رو تموم بکنم به عنوان یک خبر که پیغمبر فرمود لا خیر فی امت لیس فیهم احد من ولد علی یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر. میگه هیچ خیری در مردم و امتی وجود نداره که یه دونه از فرزندان علی در اونجا زمام کار دستش نباشه و اونها رو دعوت به معروف و بازداشت از منکر نکنه. تمام شد وقت؟ نه؟ متاسفانه. خیلی متشکرم آقای دکتر. من خیلی حرفا موند، اما فقط یک جمله عرض بکنم. اینایی که ما گفتیم ذره ای بود، ناقابلی بود. از علی ابن ابی طالب کم کردیم، تمامش نقص در وجود من بود. و من از این بابت هم از وجود مبارک امام عصر و وجود مبارک ائمه معصومین عذرخواهی میکنم و هر نقص و کاستی که در اینجا بود که خیلی بود متعلق به منه، ولی زندگی بی علی زندگی تلخ و بی معنایی. قطعا همینطوره. مثل استفاده کردیم قطعا باقیت و صلاتی هست برای حضرت عالی و اینجا عرض میداریم به محضر حضرت حق تعالی که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب. البته متمسکی که به قول آقای دکتر گره خورده باشه در مودت علی انشاءالله و در زندگی ما جاری و سایه باشه. سلسله مباحث و آنچه که آقای دکتر در این چند روز در خدمتشون بودیم و ارائه کردن رو همگی رو تقدیم میکنیم با آنکه در دستش پینه کار بود و خروش آز رخش شمشیر و در قلبش عطوفت و عشق باشد که مقبول حضرتش افتد. سپاسگزارم از توجه شما به سلسله مباحث واکاوی دوران حکومت حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام. از شما ممنونم.